حضرت جبیر وزیر خارجه عربستان سعودی و یوسف بن علوی همتای عمانیش در خصوص بحران در سوریه گفتگو کردند. عمان سابقه میانجیگری در بحران‌ها و مسائل منطقه‌ای به ویژه نقش میانجی در مذاکرات هسته‌ای با ایران ایفا کرده است که به توافق ماه ژوئیه گذشته انجامید. ریاض با کمک‌های تسلیحاتی به مخالفان بشار اسد نقش اصلی در بحران سوریه داشته است. عمان از سوی دیگر برخلاف دیگر کشورهای عرب روابط حسنه با ایران دارد و تنها کشور عرب است که رابطه‌اش را با دمشق حفظ کرده است. وزیر خارجه عمان در ملاقات با الجبیر گفت مسقط دیپلماسی آرام و آشتی جویانه بین همه طرفین را برای دستیابی به راه حل‌های با دوام دنبال می‌کند. علوی همچنین گفت دو کشور عربستان سعودی و عمان منافع مشترک در مناقشات منطقه‌ای دارند و توافق کردند با چشم‌انداز به آینده تصورات گذشته را نسبت به مسائل نگران کننده منطقه‌ای کنار بگذارند. در همین حال رویترز به نقل از منابع نزدیک به دولت سوریه گفت تهاجم ارتش آن کشور که زیر پوشش حملات هوایی روسیه صورت می‌گیرد به علت افزایش کمک تسلیحاتی ریاض به مخالفان نتایج پیش‌بینی شده را به همراه نداشته است. در تصاویر ویدئویی منتشر شده در شبکه آنلاین مخالفان مسلح در جنگ با ارتش سوریه دیده می‌شوند. بنا به گزارش‌های خبری مخالفان مسلح 18 موضع نظامی ارتش سوریه در مناطق مرکزی و شمالی را تصرف کرده‌اند. همچنین گزارش شده است مخالفان روستای عطشان و شهر مورک در استان حما را از نیروهای وفادار به اسد پس گرفتند و تلفات انسانی و خسارات نظامی به ارتش سوریه وارد کردند. به گفته فعالان مخالفان همچنین چند بلندی در نزدیکی شهر حلب را تصرف کردند. حلب که در جنگ بیش از 4 سال گذشته رو به نابودی گذاشته است بین نیروهای مخالف بشار اسد که بیشتر این شهر را کنترل می کنند و نیروهای وفادار به اسد که بخش مرکزی و غربی این شهر را در کنترل دارند تقسیم شده است. به گزارش اسوسییتد پرس مخالفان اسد میگویند این پیشروی‌ها به علت پشتیبانی متحدان صورت گرفته است. بنا به این گزارش آنها با دسترسی به تعداد بیشتری از موشک‌های ضد تانک آمریکایی توانستند از پیشروی نیروهای اسد جلوگیری کنند. به رغم بیش از 1000 حمله هوایی روسیه که حدود 2000 موضع مخالفان را هدف قرار داده است، نیروهای دولتی موفق به پیشروی در این مناطق نشدند. با این حال به گزارش خبرگزاری فارس در ایران ارتش سوریه در 24 ساعت گذشته به همراه نیروهای حزب الله لبنان بیش از 2/3 روستاهای جنوب شرقی شهر حلب را پس گرفتند. این در حالی است که به گفته سازمان منع سلاح‌های شیمیایی شواهد مستحکمی وجود دارد که از گاز خردل در حملات ماه اوت در شمال سوریه استفاده شده است. این سازمان در گزارش خود اشاره نکرده است که چه کسانی از گاز خردل استفاده کردند، اما فعالان و مخالفان دولت اسد و داعش را مقصر می‌دانند. آمریکا در گذشته گفته است داعش مذموم به استفاده از سلاح‌های شیمیایی است.